بسم الله الرحمن الرحیم. حنیفه فاطمی هستم، مسئول شرکت شیرین قهرمان. خانم فاطمی، این نمایشگاه ها چقدر خوب هستند به خاطر فروشاتتون، بازاریابیتون و اینمی موضوعات؟ اگر بگوین راجع به این نمایشگاه ها، اینمی سال یک بار دو بار کفایت میکنن یا جداگانه است نمایشگاه های برای خانم ها ایجاد شود تا همی صنایع دستیشون به فروش برسند؟ این نمایشگاه خوب برای ما موثر می باشه. ما خوش هستیم که زود برگزار شود. خب سالهای گذشته 4 فصل برگزار می شد این نمایشگاه زراعت. خیلی موثر هم بود برای ما، خیلی مفید است، از این بهره می برداختیم. خب منتها آل سال دو کرد می شه، یک دفعه فصل بهار فصل خزان. و بازم راضی استیم، خیلی خدمتگذاری درست دارن و نمایشگاه مثل یک نمایشگاه بین المللی، چرا که تمام مردم همه کابل مرکز اینجا اشتراک میکنن، دیدن میکنن. برای ما خوب است که نمی تولیداتی که ما داریم اینه میره مردم ما آشنا میشه، کدش آشنا میشه و آدرس ما رو میگیرن، اگر چیز کار داشتن فرمایش داشتن با در فروشگاه ما میاین برای ما فرمایش میتن. ما خوش هستیم از نمایشگاه زود زود برگزار شود، خب برای ما بهتر است. و متاسفانه که از این نداره نمایشگاه. این نمایشگاه خوب است برای ما، سهولت است، اوقدر پول زیاد هم نداره. دیگه نمایشگاه خیلی پول میخواید. اگر یک مارکت جداگانه برای زنا باشه، وزارت امنیت اتاق تجارت زنان میگه که ما این کار میکنیم، چقدر او کار میکنه نمیکنه؟ چقدر است؟ خب اگر شکایت کنیم برادر، شما خود در جریان هستین که چندین سال است که ما اتاق تجارت زنا داریم. و پیش از این ما فدراسیون زنان داشتیم، خیلی موثر بود، خیلی خدمتگزار بود، اینقدر بر زنان خدمت میکرد. این نمایشگاه داخلی را چی که ما نمایشگاه بین المللی را برای ما میگرفت. سال 5-6 بار ما در حساب بین المللی در خارج میرفتیم. خب متاسفانه فدراسیون ما سقوط کرد. اتاقای زنان که هست، اتاقای تجارت زنان خوب است، یک نامش است، اما ما از او کدام مفیدیت یا کدوم فایده نمیگیریم. برای ما کار نمیکنن. من نمیترسم مستقیم میگم، برای خود کار میکنن، فوق العاده خوب کار میکنن. چند روز آینده یک نمایشگاه بین المللی زنان است. بله، و نمورم گفته که 5000 عضویت بیارین، در غیر از ما شما رو معرفی نمیکنن. یعنی یک آدم توان داره 5000 نداره؟ نه، او علایده است، عضویت ما دیگه کرای غرفه رو از ما علایده میگیره. یعنی تو مطمئن هستی که کرای غرفه 480000 دلار از طرف یون برای او داده شده تا زما به سهولیت و آرامش نمایشگاه را سپری کنه و حتی یک امتیاز هم برای شما در نظر گرفته شده؟ شما خبر داری؟ نه خیر، ما از هیچ چیز خبر نمیشیم. تو یک جلسه که برگزار میشه ما رو خبر نمیکنه. ما هیچ بخی دور هستیم از اتاق. عضویت هم داریم. بله. موضوعی خبر ندارم، من خبر ندارم. اونجا که غرفه میگیره. و غرفه هم تو انوس که برای ما گفته که عضویت تو نبیارین، عضویت که پرداخت کردیم با شما رو معرفی میکنیم. تو انوس ما معلومات ندارم، مورم درو گفته نمیتونم. مقصد نمایشگاه به خدیجه الکبرا است، بار دومش است و برای ما گفته پیام مانده دیگه، تو مستقیم ما رو نگفته که هر وقت شما عضویت تو تکمیل لوردین، باز ما شما رو معرفی میکنیم. چون که سابق 2000 بود، 2000 دادیم قبول نکردم، اگه 5000 بود. اما غرفه هایی که اوجه گرفته میشه؟ نه تا هنوز خبر ندارم، نه نخواست. تا هنوز ما هیچ اقدام نکردیم، بخاطر غرفه نرفته. سلامت باشه. شما هم زنده باشین. سلام. فرشته هاشمی استم، رئیس شرکت صنایع دستی هاشمی و رئیس صنایع دستی شبکه ملی زنان افغانستان. خانم هاشمی، چطور است؟ نمیتونم مشغله ها چقدر تاثیرات خود داره برای محصولات و تولیداتتان برای در بخش بازاریابیش؟ نمایشگاه خوب، بسیار خوب است که بر ما که دایر میشه، ما میتونیم تولیدات خود به فروش برسانیم. آیا سال یک بار این نمایشگاه کفایت میکنه یا افزایشش نیاز است؟ نی باید تا افزایش بدن و در کشورهای خارجی نمایشگاه را دایر کنند تا بتانیم محصولات خود در کشورهای خارج هم ارسال کنیم. در آینده نزدیک یک نمایشگاه به نام خدیجه کبرا بین المللی است در کابل برگزار میشه از طرف اتاق تجارت زنان، چقدر شما در ارتباط هست نیستن؟ بله، ما خبر داریم در گروپ ها
اعلاناتش پخش شده که نمایشگاه هست بخیر در قریب دمی وقت نزدیک نمایشگاه است تا فعلا ریزرف نکدیم غرفه را. گفتم میشه کرایه باید 6000 همه کی کم کنیم؟ والا ها بله تا جایی که شنیدیم میگن که 6000 کرایه ایش است و هیچ خانم تاجر نمیتونن که تجارتشون بسیار کم رنگ شده نمیتونن که پول را پرداخت کنن و فروشات هم نباشه بازارها بسیار کم رنگ شده شما مشاهده میکنین میبینین که دیگه وقت بود نمایشگاه بسیار پررنگ بود بیروبار بود و فعلا هیچ نیست. سلامت باشید. تشکر. مهربان مرویا محمدی هستم معاون شرکت بانوان مهر افغانستان. اول تشکری خاص میکنم از شما، خوش آمدید میگم به شما و یک تشکری خاص میکنم از مسئولین برگزار کنندگان این نمایشگاه. ما زنان افغان کوشش داریم که بتانیم یک لقمه نان حلال بر خود و امنوان خود فراهم کنیم و هدف ما از اشتراک کردن در این نمایشگاه اینمی است. دیگه یک انتقاد دارم که ما هر جایی که می باشیم در هر نهادی که می رویم همیشه به صحبت های ما گوش می دن و تنها خو می گن انجام می دن می گن و هیچ وقت جامعه عمل پوشانده نمی شود. با اتاق تجارت زنان که مختص بر شما چی همانگی های دارین؟ چقدر هماهنگ هستین؟ قرار است در آینده نزدیک یک نمایشگاه بین المللی زنان ایجاد شود؟ سهمتان چطور است؟ راجع به غرفه ها ارتباطات چطور است؟ هنوز یک ماه در میان داریم خب مگم کار باید کرد هماهنگی ها چگونه پیش میدید؟ من خودم عضو اتاق تجارت خانم‌ها هستم و تا امروزی که عضویت اتاق دارم حتی یک افغانی ما ددم روشان گفتیم و میگم جلسه ای داشتم امرای یونیتیار درسای هست کورسای آموزشی است هر هفته یک بار ما کورس میگیریم از طریق اینترنت آنلاین است ما اوجا می صحبت کردم ما گفتم ما هیچ وقت از اتاق کدام چیزی ندیدیم کدام چیزی نخوردیم کدام چیزی به دست نیاوردیم که باز انتقادای سرما شدن حتی بر من گفتن که یک روز که اتاق رفته بودم بر من گفتن که آل که مشهور شدی تو اتاق میایی ما گفتم این گپ نیست ما همیشه باید از حق خود دفاع کنیم و تاسف میخورم به حال کسایی که هم نه خودم هستن هم کار خودم هستن بعضی وقتا میگم که باید صدای خود بلند کنیم مگم هیچ کس بر ما بعضی وقتا میگن خو خو وقتی که فاینل میشه باز همگی پای خود میکشن و نمیفهم که پای کشیدن به چی خاطر است تا که صدای ما خاموش باشه طبعا هر کس از نام ما استفاده میکنه و راجع به نمایشگاه بی بی خدیجه کبرا گفتین که ما تقریبا یک و نیم ماه یا دو ماه پیش در اتاق مراجعه کرده بودیم به خاطر امین نمایشگاه اونا برای ما گفتن که ما خود ما نمایشگاه پیشرو داریم و نمیخوایم که در این نمایشگاه اشتراک کنیم شما میتونید از خود وزارت زراعت اقدام کنین ما می کار کردیم و برای ما گفتن ما کوشش داریم بر اعضای خود غرفه های رایگان بدیم که متاسفانه حالی که میشنویم میگن که هر غرفه 6000 افغانی قیمت گذاری کردن و گفتن هر کسی که میخواد غرفه بگیره اتاق مراجعه کند پول خود بده که ما برشان غرفه بدیم. زنان متشبث و تاجر افغان در این وضعیتی هست که 6000 افغانی غرفه گرفته بتونن؟ شخصا من خودم که یک کارخانه دارم در پهلوی از او یک کورس آموزشی دارم تعداد 60-65 دختر خانم در حال آموزش خیاطی هستند مگر من نمیتونم که کرای کارخانه خود را پوره کنم باز من چه قسم بتانم که 6000 افغانی یک غرفه را برای 3 روز یا 5 روز یا 6 روز کرا کنم خود من که ایالت خود را میبینم تمام خانم ها طبعا نمی قسم هستند یعنی خشونت بله و همیشه ای گپ بوده کسی که میگن خشونت علیه زنا از طرف مرد است این اشتباه است به خاطر که ما همیشه میبینیم ما ضربه ها را از امنهای خود میخوریم سلامت باشین زنده باشین سلامت باشین